سلام به همراهان نازنین کانال لیل و ماجویا. انشالله هر جا هستید حال دلتون عالی باشه و روزگار بر وفق مرادتون بچرخه. امروز با خلاصه کتاب عظمت خود را دریابید اثری از ویندایر در خدمتتون هستم. عظمت دنیای درون به همان عظمت و پهناوری دنیای بیرون است. همه ما فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای زندگی کردن، لذت بردن و عشق ورزیدن داریم. بدن انسان از قوانینی اطاعت می‌کند که هنوز بسیاری از آنها برای ما مجهول و در زیر نقاب الهام و پیچیدگی شگفت‌انگیزش باقی مانده است. هر سلول دارای دو انرژی است. اول انرژی فیزیکی و دوم نوع دیگر از انرژی که ماهیت آن شناخته نشده و تنها از آن به عنوان منشأ یاد می شود. این انرژی همان عشق خرد، مشارکت و هماهنگی لایتناهی است که در نهفته ترین هسته زندگی ما پنهان است. بدن انسان مجموعه بی نهایت از موجودات زنده است. چه عاملی موجب می شود که این اجتماع فشرده به گونه یک موجود واحد عمل کند؟ یا چرا بینی شما نمی افتد و دستان شما همیشه آویزان است؟ آنچه موجب می شود که سلول های بدن همواره به درستی به کار خود ادامه دهند و سلامتی را برای شما به ارمغان بیاورند، هماهنگی، مشارکت و توافق است. مادامی که بین اجزای یک سلول عشق و مهر و صلح و صفا و مشارکت باشد، با سلول های مجاور هماهنگ خواهد بود. اما اگر همساز و موافق نباشند و خشونت و خودخواهی بین آنها شایع شود، این سلول حق و حرمت سلول‌های مجاور را رعایت نکرده و بر آنها چیره می‌شود و آنها را می‌بلعد و این کار را تا جایی ادامه می‌دهد که در نهایت خود و بیمار را نابود می‌کند. جامع و جهانی بیاندیشیم. تفکر اشتراکی نیروی بزرگی دارد، پس چرا آن را در جهت هدفهای مثبت به کار نگیریم؟ برای مثال اگر بتوانیم وجدان بشر را در مقابل معضل گرسنگی در سطح جهان بیدار کنیم و بشر را متقاعد کنیم که دیگر گرسنگی قابل تحمل نیست و این فکر را در اذهان جهانیان بنشانیم، بدون شک این طرز فکر به سرعت گسترش یافته و به عمل نزدیک می شود. افرادی که دید جهانی داشته باشند، دامنه دیدشان از سطح خانواده، شرکت، کشور، قاره می گذرد و کل جهان را در بر می گیرد. دنیا بر پاشنه مشارکت می چرخد. درد و رنج هر فرد در یک گوشه از جهان، درد و رنج بشریت است. ما نه تنها با مردمی که در حال حاضر در جهان زندگی می کنند یکی هستیم، بلکه با آنهایی که از روز ازل پا به این کره خاکی گذاشتند و نیز آنهایی که از این پس زاده خواهند شد، تنی واحد را تشکیل می دهیم. عشق مرز نمی شناسد. بسیاری از مردم مایلند عشق خود را صرفاً نثار آنهایی کنند که سزاوار می‌پندارند، در صورتی که همه افراد این شایستگی را دارند. گاندی می‌گوید تا زمانی که عشق و محبت ما سراسر جهان را در بر نگیرد، تضاد و دوگانگی ادامه خواهد داشت. باید این را باور کنیم که همه ما یکی هستیم و رنج بشریت رنج ما نیز هست و آنچه باید هر انسانی به انسان دیگر ارزانی دارد عشق و محبت است و دیگر هیچ. موفقیت را با زندگیتان بیامیزید. موفقیت قریحه‌ای طبیعی و ذاتی است و شخص موفق نیاز به جستجوی آن ندارد.
او با این نگرش درآمیخته است و در نتیجه به هر کاری دست بزند موفقیت را در آن پدید می آورد. من هرگز معتقد نیستم که لازمه موفقیت درآمد کلان و سخت کوشی و جانفشانی است. بلکه برعکس، شخص موفق شخصیه که به هر کاری دست بزند بیدرنگ دوستان فراوان و درآمد سرشاری را به سوی خود جلب می کند. به بیان دیگر، اگر در کسب و کار خود فقط افکارتان را روی میزان درآمدتان متمرکز کنید و به رضایت مشتریان خود بی‌اعتنا باشید، بدانید که با موفقیت فاصله زیادی دارید. برای دستیابی به موفقیت، خوشنود و شادمان و با روحیه‌ای قوی و بدون تردید در جهت آمال و آرزوهای خود گام بردارید تا بتوانید زندگی را همانطور که دوست دارید بسازید. آنگاه شاهد خواهید بود که موفقیت و ثروت بیش از آنچه تصورش را می کنید به دنبال شما خواهد آمد. من به این واقعیت پی بردم که اگر با اطمینان در مسیر خود پیش بروی، هر جا که بروی شادمانی در پی تو خواهد آمد. از کلام تا اقدام. در این اجتماع پرتنش و پرهیاهو که صنعت با سرعت سرسام‌آوری پیش می رود، متاسفانه انسان بعضی از اصول اساسی را به فراموشی سپرده است. من بارها به مردم گفتم که از ابراز عقیده تنها نتیجه‌ای حاصل نمی شود، بلکه آنچه موجب تغییر می شود تعهد و عمل به آن است. تحقق بخشیدن به آرزویتان دو شرط دارد. اول آنکه هر آنچه را می خواهید در پرده خیال مجسم کنید. دوم آنکه مشکلات و موانع را به جان بخرید. مثلا اگر قرار باشد حرکت خاصی انجام دهید یا رابطه خود را با کسی تغییر دهید یا 10 سال هر روز 20 ساعت کار کنید، پذیرای آن باشید. اهمیت تعهد در عمل تا به این اندازه است که اگر فرد نسبت به کم اهمیت ترین مشکل اجتماع خودش قدم کوچکی بردارد، بهتر از آن است که نسبت به بزرگترین مشکل بشری فقط ابراز عقیده کند. اگر عقاید با تعهد و عمل نیامیزند، پوچ و بی‌معنی خواهند بود. انسان متعال کسی است که نسبت به سخنان خود متعهد باشد. افرادی که کلامشان با اعمالشان مطابقت ندارد مجبورند واقعیتها را تحریف کنند و در بعضی موارد به مبالغه و گزافه‌گویی بپردازند. از این رو نمی توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند. عظمت خود را دریابید. عده‌ای از جوانان از من می پرسند که آیا آنان را در زندگی برنده می دانم یا بازنده؟ پاسخ من این است. در واقع همه شما از اول برنده آفریده شده اید. کره زمین را می توان به پازلی تشبیه کرد که حدود میلیاردها قطعه دارد و هر یک از این قطعات در حکم یک انسان می باشد که بر روی کره زمین زندگی می کنند. شما از لحظه ای که قدم به این دنیا می گذارید قهرمان هستید. شما یک سلول از خانواده بشر هستید و اهمیت شما تا به حدی است که بدون وجودتان این پازل در جامعه بشری ناقص خواهد بود. سهم شما از توانگری چیست؟ شما هر چه باشید و در هر جا آنچرا که آرزو می کنید، از شادمانی، ثروت، توانگری تا تندرستی و زیبایی و کار رضایت بخش پیشاپیش در اختیار دارید. فقط خود را دست کم نگیرید و باورتان شود که شایستگی به دست آوردنش را دارید. به راستی آن را بخواهید و مشتاق پذیرفتن آنها باشید. اصل کلی حیات می گوید برای برآوردن آرزویتان باید در دنیای درون به جستجو بپردازید. فقط کافی است با آنچه در آرزویش هستید اعتقاد داشته باشید و خود را سزاوار آن بدانید.
علت اصلی اینکه جماعت بسیاری در زندگی درجا میزنند این نیست که توانایی و مهارت لازم را برای انجام کاری ندارند، بلکه آنان خود را دست کم میگیرند و برای رسیدن به درجات خود را شایسته و برازنده نمیدانند. یقینا هر آنچه بر پرده خیال مجسم میکنید از کره مریخ نخواهد آمد، بلکه همینجا و در همین جهان وجود دارد. اگر چنین نبود، شما توانایی مجسم کردن آن را در ذهنتان نداشتید. عبور از موانع ذهنی. همانطور که گفته شد، در راه کسب و کار و ثروت و مقام هیچ محدودیتی وجود ندارد. سهم هر یک از ثروت جهانی همان است که خود را سزاوارش می داند. میزان شایستگی و حرمت نفس او هم ریشه در تربیت باورهایش دارد. پیشرفت و کامیابی صرفاً به این معنا نیست که شخص به امکانات و فرصتهای متفاوتی دسترسی پیدا کند، بلکه آنچه اهمیت دارد مناعت طبع و حس خیشتن دوستی است. زیرا تنها افرادی از فرصتها سود می جویند که خود را شایسته رسیدن به آنها بدانند. برای اینکه شنا کردن را بیاموزید، کافی نیست از شخصی بخواهید که قواعد آن را برایتان شرح دهد، بلکه باید به استعدادهای خود نیز اطمینان داشته باشید و شنا را کاری آسان و عملی تلقی کنید. سپس لباس شنا بپوشید و وارد آب شوید. دست و پا بزنید و احتمالاً کمی هم آب بخورید. اینکه شنا کردن را آموخته اید نسبت به زمانی که شنا کردن را نمی دانستید تفاوتی احساس می کنید. این تفاوت جسمانی نیست، بلکه حال باور کرده اید که می توانید شنا کنید و نیروی ذاتی خود را شناخته اید. با دست کم گرفتن خود قدرت نهفته در وجودت را انکار می کنید. برای اینکه مهارتی را بیاموزید فقط کافی است بر ترسی که از پیش در مغز خودتان برنامه ریزی شده غلبه کنید. موانع ذهنی را کنار بزنی و این فکر را از سرت بیرون کنی که یادگیری فلان مهارت کار مشکلی است و تو از پس انجامش بر نمی آیی. آنگاه دست به عمل بزنی و آماده باشی و در مسیر موفقیت شکست را نیز تجربه کنی. در غیر این صورت فقط می توانی تا آخر عمر والدینت را مقصر بدانی و سرزنش کنی. قوه تخیل نخستین گام به سوی شکوفایی. وقتی شما تصویری را در ذهن مجسم می کنید، ضمیر باطن محصول آن را قطعی تلقی می کند و با آن مانند تجربه‌ای مواجه می شود که پیشاپیش انجام پذیرفته است. موفقیت، سلامتی و در مجموع همه توانایی های شما به این امر بستگی دارد که چگونه خود را در ذهنیت خود ببینید. بسیاری از افراد به خاطر شرایط نامساعد تربیتی تصویری ضعیف و ناتوان از خود در ذهن دارند. گفتن عبارت‌هایی مانند من عصبی هستم، کمرو و خجالتی هستم، ریاضیم خوب نیست، آشپزی خوب نمی‌دانم، همگی نماینگر آن است که شخص دایره فعالیت خود را در ذهنش محدود کرده است. فراموش نکنید که شما مسئول باورهای خود هستید. بنابراین هرچه به نادرست بودن سخنانی که بزرگترها در دوران کودکی به شما گفتند یقین دارید، مجبور نیستید همچنان آنها را بپذیرید. باورها و آموخته‌های نادرست را از ذهن خود بیرون کنید تا ذهنتان برای پذیرفتن واقعیت‌های تازه آماده شود. جوانی یا کهولت انتخاب با خودتان است. احساس بیخوابی و خستگی هم مانند سایر احساسات و هیجانات مثبت و منفی به انتخاب و تصمیم خودتان بستگی دارد. سن شما نیز به روحیه و تصویری که از خود بر ذهن دارید وابسته است. یعنی این شما هستید که خود را سزاوار جوانی می دانید و یا با پذیرش ایده های غلط پیری را به خود راه داده و در نفس خود وامانده می شوید و در نتیجه آثار و علائم پیری رفته رفته بر چهره و اندامتان
ظاهر می شود. سالهای زندگی نمایانگر کهولت نیست، بلکه فرسودگی ظاهری حاصل نگرش منفی و احساس بی ثمر بودن است. پس بکوشید در آینه دل خود را جوان ببینید و راه را بر پیری و کهنسالی سد کنید. جویندگان بیماری، همانطور که اشاره کردیم، هر تصویری که بر ذهن می آورید در مغز به عنوان یک واقعیت ذخیره می شود و سپس شما بر اساس آن واقعیت عمل می کنید. اگر مدام از بیماری سخن به میان آورید و افکارتان اغلب حول آن دور بزند، مزاج خود را مستعد بیماری کرده اید. هرگز در برابر کودکتان از بیماری سخن نگویید، بلکه همیشه بگویید در اثر بی احتیاطی ناراحتی مختصری به وجود آمده و به زودی رفع می شود. شفا از درون خود ما می آید. برای تغییر دادن عادتهای غلط مانند اعتیاد، هرگز نباید به دنبال روش خاصی باشید، بلکه باید بر کنش خیش تمرکز کنید و با توسل به نیروی شفابخش ذات، اتحاد و اتفاق را با سم بشکنید. برای این کار خود را تجسم کنید که در کمال سلامت و نشاط دیگر سیگار نمی کشید و با خود تکرار کنید: من نیرومند و سرزنده هستم. من قادر به انجام این کار، یعنی ترک سیگار هستم. این کار می تواند موجب تقویت نیروهای درونی شما شود. گفتار و عمل ستیزه‌جویانه و منفی در اصل با قوانین حیات در تعارض است. به بیانی دیگر، جنگ و ستیز با هر چیزی راهی است مطمئن به سوی شکست و ناتوانی، زیرا فقط در شرایط آرام و پذیرا شونده است که می توان به نیروی شگفت‌انگیز درون متصل شوید. مسئولیت هر اتفاقی را به گردن بگیرید. شخصیت کنونی شما بر حسب انتخاب و گزینش خودتان شکل گرفته است. اوضاع و احوال زندگی هر کس نماینگر طرز فکر اوست. به عبارت ساده تر، زندگی محصول تفکر و اندیشه خود ماست. اگر مسئولیت نابسامانی ها را به گردن نگیرید، راه را برای هر تغییری سد کرده اید و باید آنقدر منتظر بمانید تا آنچه یا آن کسی که با شما چنین کرده روزی به دلخواه رفتارش را با شما تغییر دهد. قبول مسئولیت اگرچه ناگوار است، اما نیروی محرکه‌ای است که توانایی بهبود شرایط را در انسان پدید می آورد. برخی مردم می گویند برای تو بسیار آسان است که درباره عشق و شادمانی و احساسات مثبت سخن بگویی، زیرا تو یک نویسنده معروف و یک میلیونری و هرچه را که یک انسان در پی آن است در اختیار داری. پاسخ من به این جماعت آن است که من حاصل یک خانواده فقیرم که سرپرست دائم الخمر آن خانواده مرا رها کرد و در نتیجه من در یک پرورشگاه بزرگ شدم. بنابراین ثروت و شهرتم را مرهون نگرش اعتقادات و باورهایم می دانم، نه آنکه شرایط کنونیم باعث شده که افکار و احساسات خوب، دلپذیر و خوشایند را با آب و تاب بیان کنم. زندگی شما بازتاب ذهنیات شماست و میزان توانایی های روحتان را آشکار می کند. احساسات و هیجانات منفی از قبیل خشم، کینه و نفرت، انتقام جویی، بدخواهی و حسادت به انتخاب خودمان بر جسم و روحمان حاکم می شود. روزی دختر کوچکم نزد من آمد و گریه کنان گفت: بیلی مرا دوست ندارد. گفتم: بسیار خوب، او به میل خودش رفتار کرده. آیا تو خودت را دوست داری؟ گفت: البته که خودم را دوست دارم. گفتم: همین برایت کافی است. به سوی شادمانی راهی نیست. شادمانی خود راه است.
بیشتر مردم میکوشند تا تندرستی، شادابی، صلح و صفا، آرامش و تعادل را از دنیای خارج بستانند. حال آنکه در شرایط واقعی این نظام درست به عکس عمل میکند. هرگاه در دنیای درون بر کنش خیش متمرکز و به بودن خود متصل شویم، هر آنچه که بخواهیم میتوانیم طلب کنیم و به دست آوریم. اگر در جستجوی عشق و محبت باشیم، شاهد خواهیم بود که مزدورانه از چنگمان می گریزد. اگر در تکاپوی به دست آوردن شادی و شادمانی باشیم، موذیانه از دستمان فرار می کند. اما زمانی که به تندرستی، عشق و شادمانی در اعماق ذهنمان دست پیدا کنیم، دیگر راهی برای گریز ندارد. آنگاه ناظر تغییرات شگفت‌انگیزی در زندگیمان خواهیم بود. تسلیم حوادث نشوید. در برابر موانع، اگر باور داشته باشید که همه کارها بر وفق مراد خواهد بود و با دید مثبت نگاه کنیم، فرصت‌ها یکی پس از دیگری در نظرمان جلوه‌گر می‌شوند. اما اگر خود را ببازیم و تسلیم حوادث شویم، جز موانع راهی در پیش روی خود نخواهیم دید. در پس هر حادثه تقدیر و فرصتی نهفته است. بنابراین به جای آنکه ناراحت و پریشان شوید و با اظهار جملاتی از قبیل دیدی نگفتم کارها درست از آب بر نمی آید، خود را تسلیم کنید، بکوشید تا فرصتها را دریابید و از موانع گذر کنید. توافق بر عدم توافق. وقتی بین دو نفر رابطه‌ای برقرار می شود، به وجود آمدن اختلاف نظر در مورد مسائل طبیعی است. وقتی در رابطه‌ای مسائلی به وجود می آید، لزوماً نباید یکی را خطاکار شمرد و حق را به جانب دیگری داد. توافق در وجود پاره‌ای از اختلاف نظر هاست. اگر خواهان رابطه متعادلی با دیگران هستید، نباید انتظار داشته باشید که آنها مطابق میل شما رفتار کنند. هر کس خلق و خوی خاص خود را دارد و دیدگاهش با شما متفاوت است. به علاوه اگر بپذیریم همه ما یکی هستیم، موفقیت یکی موفقیت همه انسان هاست، دیگر دلیلی برای کشمکش و دشمنی باقی نخواهد ماند. وقتی به این واقعیت پی می‌بریم که ایجاد ارتباط با برخی افراد مشکل و یا حتی غیر ممکن است، به آرامی و خونسردی از آن بگذرید. محل را ترک کنید و با این روش جلوی قربانی شدن خودتان را بگیرید. با خونسردی به لبخند اکتفا کنید و از محل دور شوید. با چنین تفکری در می‌یابید که دیگر برخورد و کشمکش جایی در زندگی شما نخواهد داشت. در بانک خیرخواهی پسنداز کنید. یکی از زیباترین اصول حسنات بازتاب رفتار انسان است. گنجینه پرنعمت کائنات در برابر رفتار نیک بالاترین بهره را در مقایسه با هر بانکی پرداخت می کند. اگر بتوانیم برای عشق و محبت ارزش مادی قائل شویم، چندین برابر آن به خود شما برمیگردد. بدون هراس و اضطراب به رودخانه حیات اعتماد کنیم و قایق زندگی خود را نرم و سبک در مسیر جریان آب به حرکت درآوریم. اگر با تقلا و سخت کوشی و جانفشانی روزگار می گذرانید، برخلاف جریان آب پیش می روید و در نتیجه با اینکه انرژی بیشتری به کار می برید، هرگز به سواحل آرامش و تعادل و شادمانی نمی رسید، چرا که با اصول جاودانی حیات در تعارض هستید. قضاوت و داوری در مورد دیگران هم از جمله رسوبات منفی است. سعی کنید این حقیقت را همیشه به یاد داشته باشید که هر کس حق دارد باغ خود را همانطور که دوست دارد بکارد. بنابراین از گفتن جملاتی مانند اوه آن خانم چقدر چاق است، آن یک چقدر بد لباس پوشیده است و غیره خودداری کنید. نرم و سبک به هدفهای خود بچسبید.
اگر برای رسیدن به مقصد خود مصرانه و با فشار در تلاش هستید، با اراده جهانی از در مخالفت برآمده اید و در نتیجه حتی موجب به تعویق انداختن کارها می شوید. به جای اینکه با اصرار و فشار رو در روی امواج شگفت هستی قرار بگیرید، همسو با آن حرکت کنید. آنچه تا به حال بوده اید همان است که قرار بوده باشید. پس بر خود سخت نگیرید و کشتی زندگیتان را به دست امواج شگرف هستی بسپارید و بگذارید تا هوش کیهانی خود از جزئیات آن مراقبت لازم را به عمل بیاورد. در این وادی هر گونه عشق و مشارکت، ایثار و بخشش در شبکه همدلی و خیرخواهی جهانی قرار می‌گیرد و تمام مردم جهان را در بر خواهد گرفت. برای اینکه انسان کارآمدی باشید و از تمام توانایی‌های خود بهره بگیرید، فقط کافی است تصمیم بگیرید. یک شخصیت سالم در همه جنبه‌های زندگیش توانایی مرموزی در خلاقیت دارد. شخصیت سالم نه تنها از شکست نمی هراسد، بلکه به استقبال آن می رود. نیروی محرکه او شور و اشتیاق است. ما در دنیای ارتعاشات زندگی می کنیم و طبیعت جهان چنین اقتضا می کند که همه چیز در حال تغییر و تحول باشد. بزرگترین درسی که ما از عالم رویا می‌گیریم این است که با اتکا به نیروی اندیشه توان آن را می‌یابیم که موانع را به فرصت‌ها تبدیل کنیم و خلاقیت داشته باشیم. با گام نهادن در جهان رویا، جهان زندگی ما نیز تغییر می‌یابد و در جهان اندیشه خالص بدل می‌شود. انسان‌هایی که از عشق الهی سرشارند، هر جا که حضور یابند، افراد پیرامون خود را در پرتو نیروی آسمانی که همان عشق، دوستی، تندرستی، اعتدال و آرامش است، فرو می‌برند. در درون هر یک از شما، در هر شرایطی که باشید، این نیرو وجود دارد. باید اندرون خود و در نهفته ترین هسته موجود به جستجوی این انرژی لایتناهی که چون اقیانوسی بیکران نهفته است رفت و برای تحولی شگرف و حیرت انگیز از آن بهره جست. با اتصال به نیروی معنوی تنها در مسیر نیکدلی، خیرخواهی، مشارکت، هماهنگی، بخشش و گذشت گام برمی‌دارید و خود بخشی از الوهیت جهان و قدیسیت الهی می شوید. سپاسگزارم از همراهی ارزنده شما.